تو این آموزش میخوام بهتون کالیگرافی پتینه رو یاد بدم. از این تکنیکی که امروز بهتون یاد میدم هم میتونید به عنوان زمینه کار استفاده کنید، هم اینکه خودش به تنهایی میتونه یه تابلوی فوق‌العاده خاص باشه. یه سری قواعدی برای این تکنیک کالیگرافی هست که اگه رعایت کنید میتونید بهترین نتیجه رو از کارتون بگیرید. من برای زمینه کار از رنگ قهوه‌ای سوخته یا برنت آمبر استفاده کردم. از اونجایی که میخواییم کار پتینه انجام بدیم، بهتره رنگی که انتخاب میکنیم حالت کهنگی و پتینه رو القا کنه. ولی اگه با رنگهای شارپ هم این تکنیک رو پیاده کنید، در نهایت کارتون زیبا میشه. وقتی رنگ زمینه خشک شد، با استفاده از قلموی شماره 10 سرتخت شروع میکنم به کالیگرافی کردن. برای کالیگرافی کردن از رنگ سفید اکریلیک استفاده میکنیم. برای اینکه بتونید با رنگ اکریلیک و قلمو روی بوم کالیگرافی رو انجام بدید، باید رنگتون رو رقیق کنید. ولی برای رقیق کردن رنگتون نباید فقط از آب استفاده کنید، چون در این صورت پیگمنتاش کم میشه و موقع کالیگرافی رنگتون کم رنگ میشه. پس برای رقیق کردن رنگمون از ریتاردر یا گلیز مدیوم استفاده میکنیم و با یک کمی جوهر سفید رنگمون رو رقیق میکنیم. میتونیم چند پاف هم آب توی رنگمون اسپری کنیم، ولی بیشتر نه. همونطوری که قبلا هم بهتون گفتم، مقدار مخلوط کردن ریتاردرتون با رنگتون نباید بیشتر از 1/4 رنگتون باشه، وگرنه رنگتون دیگه خشک نمیشه و خراب میشه. متریال هایی که گفتم رو خوب با هم مخلوط میکنیم تا غلظت رنگمون مناسب بشه و بتونیم با قلمو روی بوم کالیگرافی کنیم. برای کالیگرافی با قلمو میتونید از قلموی سرکج هم استفاده کنید. ولی نحوه اجرای کار با قلموی سرکج متفاوته. که من قبلا توی یه آموزش به طور مفصل نحوه استفاده از قلموها برای کالیگرافی رو کامل توضیح دادم. که اگه اون آموزش رو ندیدید، لینکش رو این بالا و تو کپشن براتون میذارم. میتونید بعد از تموم شدن این آموزش برید و ببینید. تو این تکنیک میتونید به جای رنگ سفید از ورق طلا یا نقره هم استفاده کنید. ولی کارتون دیگه اون حالت کهنگی و پتینه رو به خودش نمیگیره، چون وقتی از ورق طلا یا نقره استفاده میکنید به کارتون یه براقیت خاصی میده که اون کهنگی رو القا نمیکنه. وقتی کالیگرافیتون تموم شد میذارید کارتون خشک بشه تا وارد مرحله بعد بشید. اگه تا اینجای آموزش رو دوست داشتید و نکاتش براتون مفید بود، قلب پایین ویدیو رو بزنید تا با لایکاتون از این آموزش رایگان حمایت کنید تا بریم سراغ نکات مربوط به پتینه کردن کارمون. مرحله از جوهر قهوه‌ای استفاده می‌کنید. البته می‌تونید از رنگ قهوه‌ای اکریلیک هم که با آب رقیقش کردید استفاده کنید. ولی افکتی که جوهر به کارتون میده بهتره.
یه تیکه ابر برمی‌داریم و می‌زنیم تو جوهر. بعد به حالت ضربه‌ای رو کالیگرافیمون می‌زنیم و یه جاهایی رو بیشتر و یه جاهایی رو کمتر می‌زنیم. فقط این ضربه زدن با ابر رو جوری انجام ندید که تمام کالیگرافیتون رو کاور کنه و هیچ قسمتایی از کالیگرافی دیده نشه. ما فقط میخوایم حالت پتینه و کهنگی به کارمون بدیم. اون قسمتایی که حالت حباب ایجاد میکنه رو به هیچ عنوان از بین نبرید. ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا اون حباب ها رو تو کارمون به وجود بیاریم که بعد از خشک شدن یه حالت زنگار تو کارمون به وجود میاره و کهنگی و پتینگی کار رو بیشتر میکنه. اگه دوست داشته باشید میتونید برای افکت کارتون از دو تا رنگ جوهر استفاده کنید. مثلا رنگ سبز یا فیروزه‌ای که ترکیبش با رنگ قهوه‌ای برای کارهای پتینه خیلی استفاده میشه. ولی من برای این تکنیک از یه رنگ استفاده کردم. این تکنیک رو برای زمینه کار استفاده کردم. برای همین میذارم کارم خشک بشه تا روی کار رو با استفاده از ورق طلا کالیگرافی کنم. کالیگرافی روی کار رو میخوام توی حلقه دایره انجام بدم. پس دو تا دایره با مرکز یکسان میکشم و فاصله دو تا دایره رو 6 سانت در نظر میگیرم. حالا با استفاده از قلموی شماره 8 سرتخت و چسب ورق طلا که رقیقش کردم شروع میکنم به کالیگرافی کردن. اگه نکات مربوط به کالیگرافی با ورق طلا رو هنوز نمیدونید، لینک آموزشش رو توی کپشن براتون گذاشتم. میتونید برید و ببینید. اگه سوال یا نظری دارید تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. و اگه آموزش رو دوست داشتید، با دوستاتون به اشتراک بذارید.